مهمان این بخش از برنامه خانم رویا حکاکیان، نویسنده، شاعر و فعال حقوق بشر هستند. خانم حکاکیان، خوش آمدید. واکنش شما رو به تصویب قطعنامه در شورای حقوق بشر بشنویم. سلام. به نظر من اینکه مردم در ایران دارن ابراز میکنن که این کافی نیست و سازمان ملل فقط حرف میزنه ولی عمل نمیکنه، حرف کاملا درستیه و قابل درکه با وجود شرایط کنونی. اما بخشی از این بحثی که توی سازمان ملل صورت گرفت مربوط میشه به دولت ایران و شرایطی که داره توی ایران اتفاق میفته. بخش بزرگیش یه دیالوگی که باید در سطح بین‌المللی بین کشورهای مختلف، بین جامعه بین‌المللی، اونجایی که هنوز خبر وضعیت در ایران اونطوری که باید شاید منعکس نشده بشه. این استفاده از جلسه امروز به این دلیل بود که به نظر من خیلی مهم بود و با وجود همه نگرانی‌هایی که مردم توی ایران دارن از بی اثر بودن این همچین حرکتی، فکر می‌کنم باید بر این تمرکز کرد که ایجاد یک دیالوگ بین‌المللی سر مسئله ایران و خبر این رو به این شکل پخش کردن حرکت خیلی مهم و قدم مثبتی. خانم حکاکیان، امروز شما یه نشستی داشتید با مجمع خبرنگاران سازمان ملل، چه بحثی اونجا مطرح شد؟ بله، من یک صحبت خیلی کوتاه کردم در مورد اینکه جامعه بین‌المللی همیشه نگران مسئله هسته‌ای شدن ایران بوده، اما از نظر خود ایرانی‌ها و مردم توی منطقه اون خطر هستی به طور روزمره داره توی ایران اتفاق میفته. یعنی اگه قراره که یه بمب هسته‌ای در یه روز نمیدونم 15,000 نفر 20,000 نفر آدمو بکشه، وقتی که نگاه میکنیم به روند جمهوری اسلامی از 1979 1357 تا امروز، میبینیم که همون اثر رو، همون کاری که یه بمب هسته‌ای میتونه توی یه روز بکنه، جمهوری اسلامی در عرض 43 سال با مردم خودش و منطقه انجام داده. و بعد من مطرح کردم که خب اگر غرب به امنیت خودش اهمیت میده، خب مردم ایران و مردم منطقه هم به این دارن فکر میکنن که اونا احتیاج به امنیت دارن و دو جور بمب توی این دنیا میتونه وجود داشته باشه، یکی بمب هسته‌ای ولی یه بمبیه که دیگری هست که میتونه به طور روزمره همینطور به طور مزمن در فاصله روزها، هفته ها، ماه ها ملت خودش رو مورد اثر از خودش قرار بده و در ضمن تأثیرش و ترامایی که ایجاد میکنه تا نسل های بعد همینطور ادامه پیدا کنه. این خلاصه صحبت من بود.